کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانی زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. عادات خانه زند به شیخ شبستری چون خانه زن شایعه امکان متارکه جنگ را راست دانسته بود شایعه مربوط به اینکه کلانتر شیرازی میخواهد گناه گذشته را جبران کند نیز راست دانست و طبق عادت از کتاب گلشن راز تصنیف شیخ محمود شبستری تفعل زد و فال او امید بخش آمد و در همین ایام بود که وی با اطرافیان خود در کرمان به شیخ محمود شبستری عارف مشهور صحبت کرد و خیلی آن مرد وارسته را ستود لطفالی خان زن با اینکه جوان بود شیخ شبستری را خوب میشناخت و راجع به وی اطلاعات زیاد داشت و در کرمان تا آن تاریخ کسی شیخ محمود شبستری را آنطور که لطفالی خان زن نقل میکرد کرد نشناخته بود علاقه خان زند به شیخ محمود شبستری در این عصر غیر عادی جلوه می کند. چون در این دوره کسانی به عرفا و صوفیان علاقه پیدا می کنند که مقداری از عمرشان گذشته باشد و جوانها در این عصر به صوفیان و عرفا ابراز علاقه نمی نمایند. اما در گذشته جوان ها هم نسبت به عارفان ابراز علاقه می کردند و خود شیخ محمود شبستری از سن چهارده یا پانزده سالگی طالب عرفان گردید و لطفالی خان زن به اطرافیان می گفت وقتی شیخ محمود شبستری زندگی را بدرود گفت سی و سه سال از عمرش میگذشت و او در سال 725 هجری قمری زندگی را بدرود گفت خانه اظهار می کرد که شیخ محمود شبستری چندین کتاب نوشته که یکی از آنها مصنوی سعادت نامه از در سه هزار بیت و دیگری کتابی است به اسم منهاج العابدین ولی هیچ یک از تعلیفات شیخ محمود شب سری از حیث شهرت به کتاب گلشن راز او نمی رسد. مردم کرمان گلشن راز را می و بعضی از آنها مثل خانهزن با آن فال می گرفتند ولی نمیدانستند که آن کتاب که مشتمل بر هزار بیت است چگونه نوشته شد و لطفلی خانهزن به اطرافیان گفت در دوره زندگی شیخ محمود شبستری در خراسان امیری بود به اسم امیر حسین عالم متخلص به حسینی که به عرفان علاقه داشت و خود را از مریدان سهروردی معروف بانی مکتب عرفانی اشراق میدانست. امیر حسین ابن عالم امیر خراسان هفته سوال از مسئله های عرفانی را که میدانست از مشکل ترین پرسش های عارفانه می باشد نوشت و برای شیخ محمود شبستری فرستاد و گفت از تو تقاضا می کنم که جواب این سوالات را بدهی مشروط بر اینکه که جوابهای تو در خور فهم عموم باشد نه فقط فیلسوفان و عارفان زیرا جواب بعضی از این سوال ها از طرف دیگران داده شده اما نه به طوری که همه بتوانند بفهمند و بهتر که جواب ها را به شعر بدهی چون آزموده شده که مسائل عرفانی وقتی در قالب نظم مطرح شود مشروط بر اینکه ساده و در خور فهم عموم باشد زود به حافظه سپرده می شود شیخ محمود شبستری که تا آن هنگام شعر نسروده بود جوابی برای امیر خراسان نوشت و گفت من تا امروز شعر نسروده ام و بیم دارم که هرگاه جواب های امیر را به نظم بدهم اشعارم سوس جلوه کند امیر خراسان گفت در مسائل عرفانی آنچه اهمیت دارد معنا می باشد نه لفظ شیخ محمود شبستری وقتی دریافت که امیر خراسان اصرار دارد که جوابهای او را به نظم بخواند شروع به سرودن اشعار گلشن راز کرد بعد از اینکه سرودن اشعار گلشن راز به اتمام رسید شبستری نسخه ای از آن را به خط خود نوشت و برای امیر خراسان فرستاد و این نسخه از گلشن راز به خط خود شیخ محمود شبستری اینک نزد من است امیر حسین ابن عالم بعد از اینکه گلشن راز را خواند و جواب تمام سوالات خود را در آن مطالعه نمود از شیخ محمود شبستری خواست که نزد او برود شیخ که در آن هنگام بیمار بود و بعضی گفته ان که مرض سل داشت دعوت امیر حسین ابن عالم را پذیرفت و راه خراسان را پیش گرفت و مدت شش ماه نزد امیر حسین ابن عالم بود شیخ محمود شبستری در تمام آن مدت مورد تکریم قرار گرفت و بعد به آذربایجان مراجعت کرد و به طوری که گفتم در سن سی, و سی سالگی زندگی را بدرود گفت کتاب گلشن راز بعد از شیخ محمود شبستری خیلی منزلت پیدا کرد و ای از عارفان آن کتاب را مورد تحسین قرار دادند و بعضی از آنها کتاب هایی راجب گلشن راز نوشتند. یکی از کسانی که کتابی راجب گلشن راز نوشته و اشعار آن را تفسیر کرده شاه نعمت الله ولی است که شما کرمانی ها او را بهتر از همه میشناسید و شاه نعمت الله ولی که خود یکی از عرفای بزرگ بوده خواندن گلشن راز را برای هر کس که بخواهد راه به عرفان ببرد واجب شمرده است دیگر از کسانی که کتابی به گلشن راز نوشته سید نظام الدین محمود است سید نظام الدین محمود در کتاب خود به گلشن راز مرتبه شیخ محمود شبستری را به قدری بالا برده که او را هم پایه انبیا معرفی کرده است کسانی دیگر نیز هستند که کتابهایی راجع به گلشن راز نوشته اند ولی من آنها را ندارم نیکلسن دانشمند معروف انگلیسی و مترجم کتاب مصنوی جلال الدین رومی یا بلخی از 20 نفر نام میبرد که هر یک کتابی راجب گلشن راز نوشته اند. فرزندان شیخ محمود شبستری دانشمند شدند ولی در عرفان به پای پدر نرسیدند و فقط یکی از آنها به اسم شیخ عبدالله در عرفان دارای شهرت شد سلطان سلیم پادشاه عثمانی نظریه های عرفانی شیخ عبدالله را مورد تمجید قرار داد و از وی دعوت کرد که به قسطنطنیه یعنی پای تخت امپراتوری عثمانی برود و تا مدتی که شیخ عبدالله در آنجا بود خزانه دار سلطان سلیم هر سه ماه یک مرتبه پنج هزار تومان عثمانی که در قسطنطنیه به اسم آخچه خوانده میشد به شیخ عبدالله می پرداخت شیخ عبدالله در آن شهر مصنوی شمع و پروانه را به نام سلطان سلیم پادشاه عثمانی سرود و تا روزی که پادشاه عثمانی زنده بود در قسطنطنیه به سر می برد. بعد از مرگ سلطان سلیم که جوان مرگ شد به آذربایجان مراجعت کرد و مصنوی او که به نام سلطان سلیم ساخته شده بود بسیار جالب توجه است در حالی که در کرمان برودت و گرسنگی حکم فرما بود گاهی که لطفلی خان زن مجال پیدا می کرد و مستمع به دست می آورد از این نوع صحبت ها می کرد و بیشتر راجع به شیخ محمود شبستری حرف می زد و اشعار گلشن راز را می خاند و معانی شعرها را می شکافد و گاهی هم اشعاری را که خود او در عرفان گفته بود بر زبان می آورد به طوری که گفتیم لطفلی خان زند استعداد شعر گفتن داشت و اشعار عرفانی را نیز می سرود. خان زند که از میان جیگری حاجی ابراهیم خان کلان در اطلاع حاصل کرده بود تصمیم خروج را از شهر لغو کرد و منتظر گردید که آقا محمدخان اعلام کند که برای متارکه جنگ آماده است ولی از طرف خاجه قاجار اقدامی برای مذاکره در خصوص متارکه جنگ نشد خان زن ای به خاجه قاجار نوشت و طبق معمول آن نامه را از حصار به خارج پرتاب کردند و در آن نامه لطفلی خان زن گفت من شنیده که با میانجیگری حاجی ابراهیم خان در شما با متارکه جنگ موافق هستید و اگر آنچه شنیده ام درست است نماینده ای انتخاب کنید تا اینکه با نماینده من راجب متارک جنگ صحبت کند آقا محمد خان قاجار در جواب لطفلی خان زن نوشت اگر شما تسلیم بشوید جنگ خاتمه خواهد یافت و در غیر آن صورت جنگ آنقدر ادامه پیدا می کند تا اینکه شما به قتل برسید یا اینکه دستگیر شوید آن وقت لطف علی خان زن فهمید که شایعه متارکه جنگ صحت نداشته و اگر هم صحیح بوده است آقا محمد خان قاجار تصمیم خود را تغییر داده است آقا محمد خان قاجار که از اوضاع داخلی کرمان اطلاع داشت پیش بینی می نمود که خان زند بعد از اینکه آن جواب منفی را دریافت کند ممکن است در صدت براید که از شهر خارج شود خاجه قاجار می دانست که هرگاه لطفلی خان زند از شهر خارج گردد ناگزیر از دروازه ها خارج خواهد شد لذا توبهای خود را مقابل دروازه ها متمرکز کرد و سپورت که آنها را با چهار پاره پر کنند که اگر قشون لطفلی خانهزند زند از شهر خارج شد سربازان را هدف چهار پاره های توب قرار دهند و معدوم نمایند لطف خان زن دید که توپ ها مقابل دروازه ها متمرکز گردیده و دانست که خاجی قاجار به چه منظور آنها را مقابل دروازه ها متمرکز کرده است با اینکه که توپ های خاجی قاجار هنگام خروج سربازان خان زند یک خطر مهلک بود لطف خان زن می از شهر خارج شود وی میدانست که ادامه محاصره کرمان همه و از جمله او را به هلاکت خواهد رسانید و به اطرافیان گفت چون ادامه مقاومت ما در اینجا باعث نابودی همه خواهد شد بهترین است که از شهر خارج شویم و حمله کنیم و اگر کشته نشویم خواهیم توانست که خود را نجات بدهیم ولی خانزند هنگامی این تصمیم قطعی را گرفت که مرض تیفوس ادعی کسی را سربازان او را از کار انداخت مرض تیفوس هموار ناشی از جنگ و محاصره به خصوص در فصل زمستان بوده است زیرا در فصل زمستان در شهرهای محصور یا در مناطقی که آزوقه و سوخت و لباس کمیاب است مردم وسیله ندارند که خود را تمیز نگاه دارند و لباس را عوض کنند و حشراتی که ناقل میکروب تیفوس هستند روی بدن آنها جا میگیرند و تولید مثل می کنند و تیفوس که یک مرض مصریس آرز افراد می شود. حشراتی که ناقل میکروب مرض تیفوس هستند در بعضی از جنگ ها قتل عام کرده اند و از جمله در دوره سلطنت سلطان سلیم دوم ملقب به خمار پادشاه عثمانی پنجاه هزار ملوان و پاروزن کشتی های جنگی سلطان سلیم دوم در مدت دو هفته از مرض تیفوس مردند. نیروی دریایی عثمانی که در آن عصر یعنی در نیمه دوم قرن شانزدهم میلادی قوی ترین نیروی دریایی دنیا بود در ظرف دو هفته بر اثر مرگ پنجاه هزار ملوان و پاروزن مفلود شد. در جنگ اول جهانی در این قرن هزارها سرباز فرانسوی و انگلیسی در سنگرها از مرض تیفوس ناشی از حشراتی که روی بدن آنها جا گرفته بودن مردند و دولتهای فرانسه و انگلستان مجبور شدند که دیگهای بخار مخصوص به جبه های جنگ بفرستند. تا اینکه لباس سربازان را در های بخاری که حرارت آنها به 300 درجه می رسید قرار بدهند تا اینکه حشرات را از بین ببرند در کرمان نسوخت بود که مردم در سرمای زمستان به همام بروند و بدن را بشویند و نه لباس یافت میشد تا اینکه مردم لباسی را که در بردارن عوض نمایند و نه به دست می آمد چون وسائل بهداش وجود نداشت حشرات روی بدن مردم جا گرفتند و مرض تیفوس را به وجود آوردند و عوارض گرسنگی هم سبب شد که مرض بر بنیه های ضعیف به زودی غلبه کند و مردم را به هلاکت برساند سربازان لطفعلی خان زند هم مثل دیگران مبتلا به مرض تیفوس شدند و عده‌ای مردند و جمعی از آنها بر اثر بیماری از پا درآمدند و وسایل درمان هم وجود نداشت در مرض تیفوس شرط اول درمان این است که لباس مریض را که آلوده به حشرات است تعویز کنند و لباسی به او بپوشانند که تمیز باشد در کرمان نمی توانستن لباس بیماران را عوض نمایند و آنها را در جای گرم بستری کنند و دارو هم برای درمان بیماران وجود نداشت زیرا بر اثر ادامه محاصره دارو فروشان هرچی که دارو داشتن فروختند بدون اینکه بتوانند کالای خود را تجدید نمایند واضح هست وضع بیمارانی که نه دوا به آنها داده می شود و نه غذا و نه توانند آنها را در مکانی گرم بستری کنند چگونه می شود وقتی یک نفر مبتلا به مرض تیفوس میشد او را به حال خود میگذاشتند و بیمار میمرد یا اینکه بعد از انقضای دوری مرض بهبود مییافت پزشکان کرمان مثل پزشکان سایر بلاد ایران برای معالجه انواع بیماری حسبه که تیفوس یکی از آنهاست تخصص داشتند ولی از پزشکی که برای درمان مریض دارو و غذا و وسایل پرستاری ندارد شکار ساخته است در آغاز محاصره کرمان مردم شهر که طرفدار لطفعلی خان زن بودند و او را دوست می داشتند از خود شوق و نشاط به خرج می دادند. ولی هر قدر که محاصره ادامه می یافت و به همان نسبت وضع آزوق دشوارتر می گردید شوق و نشاط مردم کرمان کاهش می یافت و بعد از اینکه سرما و گرسنگی و تاریکی و مرز مردم را بسیار ناتوان گرد شوق و نشاط آنها از بین رفت زمستان فرارسی دیگر صدای آواز در شهر کرمان به گوش نرسید و حتی معزن بر اثر گرسنگی و برودت دائمی نمی توانستن مثل گذشته از آن بگویند و با صدای ضعیف از آن می گفتن. مادران شیر نداشتند که به کودکان شیر خار بدهند و حتی دارای قدرت نان خشک نبودند که آن را در آب بگذارند تا اینکه نرم گردد و سپس مبدل به خمیری رقیق نماید و با قاشق‌های کوچک در دهان اطفال شیر خار بگذارند کودکان شیرخوار و گرسنه آنقدر میگریستند تا اینکه از حال میرفتند و آنگاه از گرسنگی در آغوش مادران تیر روز و گرسنه جان می سپردند. در دوره ای که مردم کرمان گرفتار محاصره بودند، لطفلی خان زند برای جیره بندی از خاروبار خصوصی مردم استفاده نکرد. بلکه از انبارهای دیوانی استفاده نمود یعنی آن قسمت از انبارها که قله آن مال دیوان بود و بعد از اینکه خانه زن در کرمان مستقر شد به تصرف او درآمد خانه از قله ای که از انبارهای دیوانی به دست می آورد تا روزی که می توانست به افراد بی بزاعت جیره قضا میداد. و از غله ای که مردم در منازل خود داشتند برای تغذیه افراد بدون بزاعت استفاده نکرد که مبادا مردم کرمان را از خود ناراضی کند و در داخل کرمان مردم علیه وی اقدام نمایند گلد اسمیت انگلیسی میگوید گفته بعضی از اشخاص دائر بر اینکه در دوره محاصره کرمان در آن شهر هر و مرج حک فرما بوده درست نیست چون محال از شهری که دوچار هر و مرج می شود به تواند مقاومت نماید. شهر کرمان بعد از اینکه محصور شد فقط بعد از پایان مدت محاصره هنگامی که قشون آقا محمد خان وارد شهر گردید دچار هرج و مرد شد و تا آن روز در داخل شهر نظم و امنیت حکم فرمایی می کرد. حتی هر جو مرج هم برای اینکه باقی بماند و دوام داشته باشد باید مطیع مقررات شود و متشکل گردد وگرنه باقی نخواهد ماند و هیچ محصور نتوانسته است با هر جو مرج مقاومت نماید و کرمان هم از این قاعده مستثنا نب از وضع فرار لطفعلی خان زند و چند نفر دیگر که با وی از کرمان خارج شدن چنین به نظر میرسد که وضع خان زند و اطرافیانش از حیث آزوقه بد نبوده چون اگر آنها مثل سایر کرمانیان از گرسنگی قدرت حرکت نداشتند نمی توانستند به شرحی که خواهیم گفت از کرمان بگریزند و معلوم می شد که اسبهایشان هم علیق کافی داشته اند که توانسته اند بعد از خروج از کرمان در مدتی کوتاه مسافتی طولانی را بپیمایند رابرت گرانت واتسون مورخ انگلیسی در کتاب خود به اسم هیستوری آف پرشیا یعنی تاریخ ایران که در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی در دوره سلطنت فتح علی شاه در لندن منتشر شد می نویسد. عدهای از سکنه کرمان تا آخرین روز محاصره غذای کافی داشتهاند ولی عدهای دیگر از گرسنگی میمردهاند و از طرف لطف زند اقدامی برای نجات دسته اخیر از گرسنگی نمیشده زیرا به منابع آزوقه دسترسی نداشته تا اینکه از خارج آزوقه وارد نماید و در داخل کرمان هم نمیخواسته است که آزوغه کسانی را که هنوز قدری گندم در خانه داشتن زبط نماید. کرمانی ها می دیدن که اده از مردم شهر از حیث آزوغ مرفه هستند و رنگ چهره آنها نشان می دهد که غذای سیر می خورند و آنهایی که غذای سیر داشتند از کنار گرسنگان عبور می نمودند بدون اینکه کمکی به آنها بکنند اگر آن واقعه در یک شهر اروپایی هم اتفاق می افتاد آنهایی که آزوقه در خانه داشتند به گرسنگان ترحم نمی کردن چون میدانستند که اگر خاربار خود را به گرسنگان بدهند فرزندانشان از گرسنگی خواهند مرد آنچه در کرمان اتفاق افتاد شبیه بود به آنچه در کشور ما فرانسه هنگام محاصره بندر لاروشل رو داد سکنه بندر لاروشل واقع در ساحل فرانسه بر پادشاه کشور شوریدند و لوئی سیزدهم پادشاه فرانسه برای مطیع کردن مردم آن شهر رفت و بندر لاروشل را از راه خشکی و دریا مورد محاصره قرار داد مردم لاروشل هم عادت داشتند که خار و بار یک سال را در خانه ها داشته باشند ولی قربا که در آن بندر به سر می بردند نمی که آزوغه یک سال را فراهم نمایند از آنها گذشته کارگران روزموز و ماهیگیران بندر قادر به فراهم کردن آزوق نشدند و شهر از طرف ارتش لوئی سیزدهم به فرماندهی صدر اعظم فرانسه محاصره شد مردم شهر مدتی قبل از سکنه شهر کرمان برای اینکه از مشاهده قربای گرسنه و شنیدن صدای ناله آنها آسوده باشند آنان را از شهر بیرون کردند اما چون محاصره ادامه یافت ادعی دیگر از مردم شهر از گرسنگی به هلاکت رسیدند و در همان هنگام از بندر لاروشل کسانی بودند که در خانه خود خاروبار و و شراب داشتند ولی به گرسنگان کمک نمی کردند. به صدر اعظم فرانسه خبر دادن که در داخل شهر مردم از گرسنگی می میرند و او با اینکه از عمرای کلیسای کاتولیک بود و مرتبه کاردینالی داشت گفت در جنگ ترحم مفهوم ندارد و آنقدر به محاصره ادامه داد تا اینکه لاروشل سقوط کرد جیمز موریه انگلیسی نویسنده سه کتاب راجب ایران که یکی از آنها به اسم حاجی بابا معروف تر از دیگری می باشد دوبار در ایران مسافرت کرد و هر دفعه سفرنامه ای نوشت به عنوان سفری در ایران و سفر دوم در ایران هر یک از این دو سفرنامه جداگانه چاپ شده و هر دو در دوره سلطنت فتح علی شاه در لندن به چاپ رسیده و او نیز در سفرنامه های خود می نویسد که حتی در آخرین روزهای محاصره کرمان قسمتی از مردم آن شهر دارای آزوقه بودند و از گرسنگی رنج نمی بردند. دنیای کتاب صوتی